سلام به موبکس دوست داشتنی، من مهدی شجریم و امروز میخوام تجربیات دو هفته ایم از کار کردن با یکی از جدیدترین گوشی های آنر، یعنی آنر 9X پرو رو با شما به اشتراک بذارم. قبل از اینکه بریم سراغ بررسی گوشی باید بگم که این گوشی یکی از داغترین و ترندترین گوشی های بازاره، چون اون موقعی که رسید دست من هنوز عرضه جهانی نشده بود. خب اول از همه بریم سراغ طراحی گوشی. آنر 9X پرو از ترکیب آلومینیوم و شیشه تشکیل شده. جذابیتش فریم آلومینیومی مات این گوشیه که واقعا خوشگله. رنگی هم که اینجاست رنگ فانتوم پرپله که با نگاه کردن داخلش یه دونه ایکس می‌بینیم که به نوعی نشون دهنده اسم گوشیه. پشت گوشی دوربین سگانه وجود داره به همراه لوگو آنر. زیرش جک 3.5 میلیمتری هنسفری و درگاه USB-C به همراه اسپیکر قرار داره. کنار گوشی دکمه پاور به همراه کم و زیاد کردن صدا، بالاش هم جای سیم کارت و دوربین سلفی پاپاپی. پنل جلویی گوشی هم نمایشگر بدون ناچ و حفره رو تو خودش جا داده که حاشیه‌هاش بسیار کمه. در مجموع طراحی این گوشی فوق‌العاده بروز و جذابه و از طرفی حس امنیت خوبی هم داره، یعنی توی دست سر نمیخوره. اما تنها ایرادی که به طراحیش میشه گرفت اینه که یه مقدار وزنش نسبت به ابعادش زیاده. بخش بعدی که باهاش سر و کار داریم صفحه نمایشه. این گوشی یه صفحه نمایش 6.59 اینچی داره که از پنل IPS LCD استفاده میکنه. کیفیت صفحه نمایش قابل قبوله، اما به نظر من روشناییش به نسبت صفحه نمایش‌های AMOLED کمتر و همین مسئله باعث میشه یه مقدار تو نمایش تصاویر خوب عمل نکنه. نکته مثبت نمایشگر اینه که داخلش خبری از بریدگی و ناچ و حفره نیست. اینجوری موقع تماشای فیلم و بازی کردن حس خوبی به آدم دست میده. ویژگی مثبت دیگه‌ای که صفحه نمایش این گوشی داره اینه که فلت و خبری از اج بودن نیست. همین قضیه باعث میشه که محافظ صفحه گلسای محافظ صفحه ساده روش بچسبه و موقع کار کردن باهاش دستتون به لبه‌هاش برخورد نکنه. از صفحه نمایش که بگذریم میرسیم به باتری. آنر 9X پرو یه باتری 4000 میلی آمپر ساعتی داره که عملکردش واقعا فوق‌العاده است. از صبح با شارژ 100% زیر کارهایی که من باهاش می‌کردم مثل وبگردی و اینستاگرام گردی و بازی کردن و تست دوربین و چیزای دیگه تا آخر شب دووم می‌آورد و جالب اینجا بود که آخر شب حدود 10-15% هم شارژش باقی می‌موند. شارژ شدن این گوشی هم با توجه به شارژر 10 واتیش یه چیزی حدود 1 ساعت و 45 دقیقه تا 2 ساعت طول میکشه. بخش بعدی که با هم دیگه توی این گوشی بررسی میکنیم امنیته. 9X پرو حسگر اثر انگشتش روی دکمه پاورشه، چیزی که قبلا تو گوشی مثل گلکسی A7 2018 دیده بودیمش. عملکرد سرعتی این حسگر فوق‌العاده بالاست. من از کار کردن باهاش واقعا راضی بودم و به نظرم آنر خوب کاری کرده که از این جنگولک حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر استفاده نکرده. این گوشی با توجه به پاپ‌آپ بودن دوربین سلفیش سیستم تشخیص چهره هم نداره. از امنیت که بگذریم میرسیم به دوربین. لنز اصلی 9X پرو یه سنسور 48 مگاپیکسلی داره. یه لنز 8 مگاپیکسلی اولترا واید هم کنارشه. فرق این گوشی با نسخه معمولیش یعنی آنر 9X همین دوربین وایدشه که توی اون گوشی نمیبینیمش. یه سنسور 2 مگاپیکسلی عمق میدان هم کنار اون دوتا لنز دیگه وجود داره. عکس برداری با این گوشی تو حالت 48 مگاپیکسلی دقیقاً مثل آنر ویو 20 و K20 پرو از فناوری کواد بیگر استفاده میکنه که تو ویدیو بررسی آنر ویو 20 و K20 پرو کامل در موردش توضیح دادم. نکته‌ای که باید بهش توجه کنید اینه که تو حالت 48 مگاپیکسلی امکان زوم کردن و عکاسی واید وجود نداره. کیفیت عکسایی که تو حالت 48 مگاپیکسلی گرفته میشه واقعا خوبه. شارپنس و شفافیت مطلوب و نور مناسب. اما برای عکاسی تو حالت‌های زوم و واید باید رزولوشن رو روی 12 مگاپیکسل قرار بدیم. البته توی این حالت عکس به شفافیت حالت 48 مگاپیکسلی نمیرسه. همچنین عکسای واید و زوم از کیفیت پایینی برخورداره که اصلا راضی کننده نیست. عکسای پورتره هم با این گوشی با توجه به سنسور عمق میدان عملکرد خوبی داره. آنر 9X پرو قابلیت فیلمبرداری 1080 یا همون فول اچ دی 60 فریم بر ثانیه رو داره، اما از 4K پشتیبانی نمیکنه. فیلمبرداری با این گوشی هم واقعا جذابه. هم کیفیت مطلوبه، هم عملکرد لرزشگیرش واقعا فوق العاده است. بریم سراغ دوربین سلفی. سنسور دوربین سلفی این گوشی 16 مگاپیکسله که به صورت پاپاپی قرار گرفته. کیفیت عکسایی که دوربین سلفی میگیره کاملا رضایت بخشه. نمایش جزئیات به همراه روشنایی خوب. عکاسی تو حالت پورتره هم با دوربین سلفیش راضی کننده است. از دوربین که بگذریم میرسیم به عملکرد پردازشی. پردازنده آنر 9X پرو کایرین 810. خوبی این پردازنده 7 نانومتری بودنشه که سیستم خنک کننده خیلی خوبی داره. جوری که تو این دو هفته‌ای که تو دست من بود باهاش مواجه نشدم که این گوشی داغ کنه. نسخه ای هم که اینجاست نسخه 128 گیگابایتی رم 6ه. من برای تست عملکرد پردازشیش دو تا بازی آسفالت 9 و کاور فایر رو روش نصب کردم. نکته ای که وجود داشت این بود که موقع لود کردن بازی یه
مقدار دچار لگ میشد، ولی بعد از اجرای بازی دیگه خبری از کند شدن و لگ انداختن نبود. در مجموع عملکرد پردازشی این گوشی با توجه به میان رده بودنش کاملا قابل قبوله. بخش بعدی که با هم یه نگاهی بهش میندازیم رابط کاربریه. EMUI 9.1 روی این گوشی به صورت پیش‌فرض قرار داره. محیط کاربری کاملا روون و خوبه، اما به نظر من طراحی آیکون‌ها زیاد جذاب نیست. نکته‌ای که وجود داره اینه که رابط کاربری به نظرم یه چیز سلیقه‌ایه. خب تقریبا همه بخش‌ها رو با هم دیگه چک کردیم. حالا می‌رسیم به جمع‌بندی. قیمت جهانی این گوشی حدود 290 یوروه. الان که هفته سوم شهریور ماه 98 این گوشی هنوز وارد بازار ایران نشده، اما میشه برآورد کرد که قیمتش توی ایران حدود 4 تا 4500 باشه که به نظرم تو اون رنج قیمتی که از بهترین انتخابا میتونه باشه، چون هم طراحی جذابی داره، هم یه سری قابلیت مثل دوربین پاپاپی و حسگر اثر انگشت روی پاورش جذابه، هم عملکرد پردازشی قابل قبولی داره. رقبای احتمالی این گوشی گلکسی A50 رم 6، نوکیا 81 و پوکوفون F1 که به نظرم آنر 9X پرو با توجه به جدید بودنش از اونا بهتره. خب اینم از بررسی آنر 9X پرو که یکی از جدیدترین و داغ‌ترین گوشی‌هاییه که من بررسیش کردم. هر سوالی در مورد این گوشی دارین تو کامنت‌های همین پست بپرسین. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. دمتون گرم که تا این آخر با من اومدید. مرسی از همراهیتون.